لحظه توپ در یک رفت و برگشت نصیب بازیکن ملوان هست. 17 حسین ملکی به دنبال توپ، خودش صاحب توپ است، تو سر توپ میزنه، به راست میکشونه، حالا ارسال توپ با پای چپ، فرصتی برای ملوان، یا ضربه سر از پیروانی، باز هم فرصت است، یک حرکت آکروباتیک از بازیکن ملوان و میرفت این توپ یه لحظه خطرناک بشه برای بازیکنان پرسپولیس. فرصتی است برای بازیکنان پیروزی. جمشیدی میتونه شوت بزنه، حالا این ضربه رو میزنه که از کنار دروازه زوزه کشان توپ به بیرون میره. جمشیدی فرصت داره، حالا یه ضربه. یک لحظه جمعیت نیمخیز شدن به هوای گل. استیلی اون تجارب فراوانی داره و عجله هم در ارسال توپ نداره. حالا فرصتی است برای بازیکنان تیم پیروزی. یه ضربه به تیر دروازه برخورد میکنه، عجب ضربه ای بود، چه موقعیتی رو از دست داده یک بار دیگه. و اینجا واقعا مورد تهدید قرار میگیره دروازه تیم ملوان. یک بار دیگه فرصت داره، این بار کیوان ساجدی توپ رو ارسال میکنه برای بازیکن شماره 23 خودشون محمد غلامین. غلامین حالا ببینیم با این توپ چه کار میکنه. یه فرصت بسیار زیبا اما در دو ضرب کنترل میکنه داوود فنایی و به این قائل خاتمه میده. بازیکنان ملوان در جناح چپ صاحب توپ هستن. حالا ارسال توپ توسط سفرخواه، فرصت بسیار مناسبی است، حالا توی دروازه، گل ملوان 1-0. گل بسیار زیبایی بود، همرنگ زننده تکل تیم ملوان نیروی دریایی بندر انزلی. این هم مشتاقان به فوتبال و البته طرفداران تیم ملوان که در ورزشگاه حضور پیدا کردن. ملوان 1-0. میرطرقی را ملازم می‌فرمایید، اجازه بدید حرکت آهسته رو ببینیم. حرکت بسیار زیبا و ضربه تمام کننده. گل محمدی یک بار دیگه میاد تا هنر نمایی کنه و اون حرکت‌های زیبای خودش رو نشون بده. عالی بود حرکت علی انصاریان و خوب جمع کرد مسعود غلام علیزاد. خب فرصتی است برای ملوانی‌ها از اشتباه جمشیدی، همچنان فرصت هست. ببینیم که آقای رحیم قادم چه تصمیمی میگیره. پنالتی، پنالتی برای تیم ملوان. ببینیم که چه کار خواهد کرد با این ضربه. حالا ضربه زده میشه و توی دروازه، محمد غلامین. ملوان 2-0. محمد غلامین موفق شد دومین گل رو برای تیم ملوان به ثمر برسونه و حالا دیگه نتیجه تا این لحظه مساوی شده. بازیکنان پرسپولیس خوب کار کردن اما در دو غفلت در واقع اسیر هنرنمایی جوانان جویای نام تیم ملوان شدند. استیلی ضربه رو میزنه روی دروازه و این توپ از کنار دروازه به بیرون میره. در تیم فوتبال انصاریان فرصت داره، بسیار عالی، انصاریان هست، این توپ از دروازه بیرون میاد و عجب موقعیتی رو از دست میدن بازیکنان پرسپولیس. انصاریان بود و این توپ. خب ضربه بهروز رهبری فرد گل نشد. در حالی که شما ایدان این تصویر رو ندیدید، حرکت آهسته‌اش رو دیدید و حالا بازیکنان ملوان پشت توپ هستن. این ضربه ایست که غلامین میزنه و توی دروازه قرار میگیره. ملوان 1-0 تا این لحظه در ضربات پنالتی جلو هست. ببینیم آیا انصاریان موفق میشه این ضربه رو به گل تبدیل بکنه یا خیر. علی انصاریان و مسعود غلام علیزاد رو در روی هم، انصاریان و این ضربه رو تیره دروازه برخورد میکنه. عجب بدبیاری داره امروز تیم پیروزی تهران. حالا ببینیم جمشیدیان چه کار میکنه. خب توپ اون وارد دروازه میشه. ملوان در ضربات پنالتی هم 2-0 تا این لحظه از پیروزی جلو میفته.
نگاه بکنید حرکت آهسته رو. مهدی تارتار دیگر بازیکن است که پشت این توپ قرار خواهد گرفت و همه چشم ها به او دوخته خواهد شد، به ساقهای او که آیا موفق خواهد بود این ضربه رو به گل تبدیل بکنی. خیر، تارتار و ضربه او رو مسعود غلام‌علی‌زاد مهار میکنه. سومین ضربه بازیکنان پیروزی مهار میشه، این بار توسط دروازه‌بان این تیم یعنی مسعود غلام‌علی‌زاد. این هم چهره ناراحت مهدی تارتار هست که به هر حال خب فوتبال از این حوادث بسیار داره. رضا سفرخان این چهره که بازوبند کاپیتانی بر بازوی چپ او بسته شده. رضا سفرخان و حالا این ضربه گل. ملوان برنده این میدان میشه.